stagion mega odkar zajšli. Ustal maše. Džoro se. Ha. Hai. Ha hai. Sanga poja bine shum badi. Da. Ha. Hai. Ha hai. Oh no. Mobile است که چرا موبایل نیست؟ برای چی موبایل؟ ماشین است. تو چی بچه کنیو؟ پتن مدرسه. خدمت همه شما خوبان. شما را با پنجمین روز نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان خوش آمدید میگویم. امروز آخرین روز نمایشگاه است. نمایشگاهی که تمام مردم از ساحات مختلف و نقاط مختلف در این نمایشگاه سهم گرفتند. و ما همچنان در این نمایشگاه آمدیم تا نظریات مردم و دیدگاه های مردم برای شما هموطنان عزیز به تصویر بکشم. چه خوب است ابتدا از شما غنی‌زاده صاحب صحبت کنم. همه شما اول خوش سلام. بعد از سلام ابتدا نظر خودتان را بر ما بگوین. در این نمایشگاهی که برگزار میشه بر روح روان مردم چقدر تاثیر میگذاره در این نمایشگاه؟ همکار عزیز اول سلام به خودت، سلام به کسایی که ما را همگنون بیننده هستند از طریق چینل یوتیوب خالد اسکن. بر روزها سلام و در هر مملکت یا در هر ملت و در جایی که قدم مثبت برداشته شده طبعاً سر روی انسان ها یا سر روی هم کسایی که این جمعه یا سر روی هموطنان ما تاثیر مثبت داره، مثل که سر خود ما همچنان و این شور بشور شوقی که مردم اینجا دیده میشه و ما این از این نمایشگاه دیدن میکنن و باز گپا و باز چیزا را میخرن و باز چیزا را خریداری میکنن و غرفه هایی که اینجا جور شده واقعیت که همه روح و روان آدم شاد میشه. خاله جان خوب هستین؟ سلامت. تشکر. شما خوب هستین؟ شکر. زنده باشین. سلامت. شما خوب هستین خواهرکای عزیزم؟ شکر. سلامت. شما خوب هستین؟ همچنان. خب خاله جان بر ما درباره این محصولاتتون بگوین که چرا امروز به نمایش گذاشتین که امروز آخرین روز نمایشگاه هم است. به نام خدا، من فوزی حمیدی هستم، محصول شرکت زینت پروسس شرکت زینت افغان. ما آچار اوری داریم، چتنی مرچ سبز داریم، چتنی مرچ سرخ داریم، مربای آلو بخارا داریم. با نظر به تقاضای مشتریان ما میتونیم هر نوع مرباجات تولید کنیم. از کجا؟ از خود وطن ما؟ بله بله. نه خیلی، ما در باغ زنانی شهر کابل ما تولیدات داریم، تولیدات ما باز توزیع در خود شهر کابل داریم. درباره این لباس هایتون میشه برای ما معلومات بتین؟ دیزاین هایشان از کدام و چقدر وقت میشه، چقدر وقت آماده میشه دیزاین های زیاد؟ اینا خیلی وقت دبر میگره دیگه. ما شاگرد داریم در بخش پروسس مواد غذایی، هم شاگرد داریم در بخش خیاطی، هم شاگرد داریم. فقط ما چیز ما به حساب شغل یابیز برای خانما، خانما رو ما باید که درس بدیم شغل پیدا کنند، در حساب خیاطی، در حساب پروسس مواد غذایی باید شغل پیدا. بسیار فروشات عالی داشتیم، از مشتریای ما راضی هستیم، از مردم ما راضی هستیم. خیلی راستی که آمدن خریداری کردن و بسیار میل خوب دیگه، بسیار به خوشی. میشه در مورد قیمت های لباس ها و قیمت های ترشی و آچار برای ما صحبت کنیم؟ قیمت های آچار ما به خاطر از اینکه طبیعی جور میشه، اوریسته، بی ضرر است، در تبلیغات ما بی ضرر اشتیاور است، چیزای طبیعی داره، چیزای یونانی داره، چیز کیمیایی نداره، به او خاطر فروشاتش زیاد است. یک کیلویش 100 افغانی میدیم، نیم کیلویش 50 افغانی میدیم. قیمت لباسایتون؟ قیمت های لباسای ما فرق میکنه، متفاوت است از هر کدامش. این دزدوزی است، دزدوزی های ما را ما قیمت میدیم به خاطر از اینکه خانم های دزدوز داریم، تکش میبره و دزدوزی میکنه، باس ما بسته بندش میکنیم. تشکر. زنده باشین خاله جان. اگر کدام پیام و حرف گفتنی دارین بفرمایین، کامرای ما در خدمت.
ما فقط امید تشکری میکنیم که این نمایشگاه برگزار کردن تا مردم ما آمدن بسیار به خوشی از نمایشگاه دیدن کردن، یک ذره فکرشان هم دیگه شد، بسیار اعصاب آرام آمدن خریداری کردن و ما هم فروشات ما شد. تشکر، زنده باشیم. تشکر از شما. دوستای عزیز با سلام مجدد، ماشاءالله نمایشگاه همی هر اتاق هر دکانی که میبینی آدم جذب میکنه. از اینکه روز آخر نمایشگاه بود ما خواستیم که تصویرهای بیشتر برای شما داشته باشیم، ما همکارم جدا شدیم جداگانه برای شما تصویر بگیریم تا که شما راضی باشید. ما را تعقیب کنید که خوب یک عسل فروش یا عسل وطنی است و دکاندار از اون بسیار یک بچه مقبول و خوب است. السلام علیکم دوستی عزیز، چهال احوال داری؟ جورستی؟ خوبستی؟ خوبستی؟ ماشاءالله تو چیزهای را اردی که آدم همونتو جذب میکنه و ماشاءالله خودتون یک جوان بسیار مقبول بسیار همونتو با چوکات دین اسلام آماده دیگه، طبعا تو دکاندار که باش آدم جذب میشه میاد دیگه. تشکر، سلامت باشی، خوش باشی. اگر خودم معرفی کنی. فریدلاب زلی هستیم، از ولایت وردگ، رئیس شرکت فریدلاب زلی و بسته‌بندی عسل. بخش ما که هست زنبورداری است که تقریبا 3500 صندوق زنبور داریم و تولید عسل و بسته‌بندی کار میکنیم. در بخش زنبورداری بر مردم مشوره رایگان، زنبوردارا دواها و خریدن از او عسل و پس در مارکتینگ برابر کردن هستند. خب از این معلوم میشه که چند زنبور داری خودت؟ چند صندوق؟ تقریبا 3500 صندوق زنبور دارم. خب بیخی مالک خودت هستی؟ مالک خود، رئیس و خودت رهبریش میکنیم؟ خودشان رهبری میکنیم. 6 تا برادر هستیم که دو تا یکش مسئل هسته، 5 برادر که حالا برای منابع بشری که هسته که تازو سکوت هستیم بخاطر نه که کار ما زیاد هسته. خب بسیار خب. ما شالا دیگه یه رقم اصل معلوم میشه که دوباره معلومات بیتی ای کلش افغانیست یا از دیگه جای وارد شده ای در این بارک برای ما معلومات بیتی؟ اینا اصل که هسته، این اصل بدخشان بارک هسته، رنگ سبز دارد، این کدر کیفیت‌دار اصل است که در دنیا به نظیر است. این تولید خود ما است که پارمای اونجا ما میره. خب. و این اصل چیز که است، اینا در کوی آجیکا کی طرف بامیان بیسود که میگه، اینا اصل از او است که طبعا اصل خینگی و اصل کوی که است و زیاد جامد میشن. خب. این تولید دوم ما است. و این اصل که است، این در پاکستان پنجاب میگه در ساحه هونا. خب. اول بهار میشه. خب. یک تعداد زنبورای ما او طرف روان میکنیم به خاطر نه که زمستان اینجا امسال هوا سرد شد، با زنبور از یک چوکار دیگر رفته نمیتونه. بله. این میرفته. نو یک پار ما در پاکستان است، حالا دو پار، یک در مزار است، یک در کسر پغمان است. خب. نو کلگی تولیدات خود ما است، اگر چیز نباشه باز از مردم میگیریم از رفیقا و اندوالا. بسیار خوب. و این یک چیز دیگه دیده میشه. زنبور اصل وحشی است. خواه این زنبور ها که هسته دو سه نو هسته، یک کارنیکا هسته، یک سیرینا هسته، یک مالیپورا هسته. خواه این که هسته زنبور کوچکشان نه او تالا نهلی شده در امی طبیعت یا چیزشان نی طور هسته که در درخت ها یک در خانه امی چای کسیا باشه زیر خاک باشه اون دازنده کنی. ای از ولایت پکتیا و ولسوالی پرتان اونجا که جنگ زیاد بود مردم گریخت کرده بود در یک بلخانه چت کار کرده بود تقریبا 100 یا 200 کیلو بود و را گریتیم که دست انسان نخوردن. این برای پای دردی، برای زخم معده، اشپایلوری و برای شکر 100% بزمانت است. بازی قسم است که خورده میشه یا؟ اینا خورده میشن. خوردنشان که هسته این موم هسته، این موم که هسته، این موم مثل ساجوک و این موم که هسته برای زخم معده هسته. این زخم معده که هسته موم یک چیز طبیعی هسته که پرعون سر از او پوشیده و ای که بخوری یعنی به نهاری موم میره، اینجا معده را نیست ای را میپوشه. کسی که مشکل زخم معده داره برای از او 100% دوا هسته. بله بله، واقعا که یک لذت خاص، یک طعم بسیار خاص داره. این گفتی که زنبورای وحشی است، این با زیر تو نگهداری میشه یا این خودش همون نه او که کدام جای در طبیعت میباشه کار کرده همونجا میری اصلشان میکنی در جایشان که بچه هست سر از او غرض نمیگیری. خب بازی در جای بلند میباشه، در درخت های بلند، در کو، در دره؟ در کو، در بسیار بلند درخت ها که هسته، در پکتیا هسته همی درخت های جلگوزی اصل اینا که هسته، جلگوزی، طعم جلگوزی داره.
و ای زم سلاک هست دیگه در چیزم هست کنرم هست زنگلات که هست امی وحشی دیگه وحشی او کلان کلان هست ای کوچک کوچک هست خوی یا اهلی که گفتی یا را نگهداری میشه او نگهداری میشه او دوام میخواه ای ترویج میشه ای رقم رقم تربیه میشه برابر میشه یه هر جا انتقال میشه خب بسیار خوب چطور بود رسی فروشات چطور بود؟ شرکت برند ما که است ما 8 سال در 1390 که از پنتون پارغ شدیم 92 ما زنبورداری شروع کردیم بسیار خوب 8 سال 9 سال 10 سال ما در زنبور کار میکردیم حالا که در اصل ببینیم از دور ما میشناسیم و کار با مال ما که است بسیار کیفیت داره هر کس که مال ما را میتیم که خوششان نباشه بعد از او ما برشان بگیم که در برند ما اینجا بیارین و 100 روپه اونی کرایشان برشان میدیم بخاطر اینه که هر چیز برای ما کوالیتی و کیفیت است و پروشات ما فضل خدا بسیار خوب است از جمله مردم تلاش میکنه در خارج میره خب ما از جمهوریت قدر آلا راضی هستیم از افغانستان یک سر تا دیگه سر و انتقالات زنبور و از او قدر تجارت ما روز به روز واضح پیراخ میشه خوب هستین؟ ساعتتان خوب است؟ تشکر سلامت به شما خوب هستین؟ شکر زنده باشه میشه خوارک و گلم کسایی که شما را بیننده است عزیزان که میخوان امرایتان آشنا شن یک معرفی کوتاه داشته باشین من پروانا درانی هستم یکی از شاگردان کارگاه نقاشی مژگان درانی بسیار خوب پروانا جان درباره رسامیاتان میشه برام بگوین این همش تابلو از کار دست استادای ما میباشن چیره رو استادای ما کار میکنن و دیگه تابلوهای دیگه مربوط به خود ما میشه خب یکم معلومات بتین برام در مورد که کی رسامی میکنم اینا سایز استاندارد ما میشه رنگ روغنی میباشن و ما نقاشی میکنیم و بعضی اینجا ببینید چرا های سرشناس امروز ده ای پنج روز نمایشگاه که برگزار شد چطور بود فروشاتت؟ کی آمد زیادتر از پیشت خرید؟ مالا میشه چرا های معروف و شخصت های بسیار بالاست که همه مردم با چرا هایشان آشناسن خصوصا زویالا مجاهده هر کس میشناسنیم خب بر ما میشه بگویی؟ اینجا فروشات ما بسیار خوب بود نسبت به نمایشگاه های دیگه و بیشتر مردم میامدن عکس اشرف غنی را فرمایش میدادن که اون را نصب میکنین و این عکس ها را که میبینین همش فرمایشات مردم هستن گفتن فرمایش بدین عکس برشون ما نقاشی میکردیم دیگه فروشات ما خوب بود نسبت به نمایشگاه های دیگه اینجا بیروبار زیادتر است زیادتر از طبقه اوناس یا از طبقه زکول مشتری هایتان هر دوی زیادتر میادن خصوصا از طبقه زکور زیادتر هستن از طبقه زکور خواه اصلا و اکسای زکور هم هست بله یا من یک دانه دختر را ندیدم در بین از گفته بودن بله یا که بعضی از بانوهای سرشناس ما نقاشی کنیم بخیر در نمایشگاه بدی میکنیم از بانوهای حتما چرا نیم خب یه مورد رنگ نقاشی از یا رنگ آمیزی های از یا برای ما که با چند رنگ استفاده کنیم تا بالاخره عکس زبیالا مجاید رسه میشه ما خب مرحله اول مرحله اولی جا سکیچ میکنیم پنسلی بعدا سرش تقریبا 7 قلم رنگ بالای زی ما استفاده کردیم تا که رسم زبیلا مجاهد تکمیل شد انوز تکمیل هم نشده خب چند رنگ ترکیب میکنیم بله یا بعضی ظریفکاری هایی هست در چهره شان و دریش شان اومانده چقدر وقت میشه بازی رسامی هایتان تا آماده شود؟ خب رنگ روغنی از خشک نمیشه زودتر از این خاطر تقریبا یکونیم هفته را در بر میگیره یکونیم هفته را در بر میگیره تا بالاخره چهره تکمیل شود خب در مورد خوشنگ نقاشی نه پیدا کنم در مورد میشه در مورد از اینا بر ما معلومات بدیم اینا احمد شاه بابای درانی میباشن که همگی با چهره شاستن آشنا هستن بله شاهر و پادشاه کشور ما میباشن و ما تصمیم گرفتیم که رسامی کنیم عکسشان چون چی میگن بابای خودمون هست از خاطر ما دقیقا خب این رسامی ها را خودتان کدام وقت در خانه انجام دادین یا استادایتان اینجا نمونای کتابچای ما هستن از شاگردای ما از خودمون اگه میخواییم برتون نشان بدیم چرا نه حتما میخواییم برمون نشان بدیم خب این بر ما معلومات بدیم اینا کار دست شاگردای ما میباشن کلش آبرنگ است که این مرحله دوم نقاشی ما است و این پنسلی هستن تمام چه خودتان انجام دادیم؟ شاگردای ما هستن و نام انجام دادن بله شاگردای تان نام خدا لایق لایق هستن آها تقریبا 30 شاگرد داریم بدون آنلاین نگاه آنلاین شما می آید سطر بسیار خوب
امروز خو روز آخری نمایشگاه است، یعنی بعد از اینکه نمایشگاه نیست دیگه، شما باز بعد از او چی مصروفیت چی کار بار میکنیم؟ ما زیادتر فرمایشات گرفتیم، شاید اونا رو تکمیل کنیم تا تقریبا یک ماه شاید در بر بگیره، چون به حد زیاد فرمایش گرفتیم اونا رو تکمیل میکنیم. بعدا نمایشگاه بعدی ما اختر بازار است که او هم شاید همی خودمی اوتل باشه، همی اوتل برگزار میشه. بسیار خوب، که مهربانم، زیاد وقت تا نمیگیرم، میشه تو هم کار داشته باشی. اگر سلامت کدام پیام و حرف و گفتنی داری بفرما، کامرای ما در خدمت. پیام خاصی ندارم، صرف از حکومت امارت اسلامی حالم خوشحال هستیم که بنوار هده همچون مجگاه های سهم میتن، ولی میخواییم که پانتونا مکاتب دوباره برای ما باز کنیم. روزای همه گیمی است که دوباره مکاتب ها دوباره برای همه شاگردان باز شوند، برای دختران. خب هموطنان عزیز، نقاشی پرانه جان رو میبینین که با چقدر ظرافیت زیبا و دیزاین زیبا آماده میکنند. که همی دقیقه برنامه زیبای ما را بیننده هستین، کنار دختر خانم شجاع قدرتمند هستین در کارگاهشان و میخواییم امروشان صحبت کنین درباره محصولاتشان، درباره لباسهای افغانی که چقدر نام خدا لباسهای زیبا و فیشنی و مود و روز دارن. سلام خورک مهربانم، خوب هستی؟ سلام علیکم، سلامت باشین، تشکر. زنده باشی. کوتا اگر خودم معرفی کنی؟ چشم، راضی خیری هستم، یکی از کارمندان شرکت خورشید تابان زنان که من حیث فروشنده در نمایشگاه اشتراک میکنم. بسیار خوب، خورک مهربانم، اگر درباره محصولاتت برای ما یکم معلومات بیتی و درباره لباس های زیبا و قشنگ. بله، محصولات را که ما به اینجا به نمایش گذاشته، محصولات زیورات نقره ای با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کار شده و همچنان لباس های صنایع دستی. خدا، در مورد سنگ های قیمتی، لاکت ها، میشه برای ما یکم معلومات بدی درباره دیزاینش که کی ساخت دستکی است، کی جور میکنم؟ سنگ های نیمه قیمتی و قیمتی داریم که زیادتر در نقره کار کردیم و سنگ های نیمه قیمتی رو در گلیت کار کردیم و این چیزا را همیشه دختر خانم های خود همی کابل میسازن که ما کارخانه داریم و تعداد 15 دختر خانم هست که با ما کار میکنن و اینا را میسازن. پنج روز که نمایشگاه برگزار شد چطور بود؟ بیشتر وقتی که اول دوم بود و قدر مردم آگاهی نداشتن، وقتی در تلویزیون ها در رسانه ها دیدن چک کردن و آمدن از نمایشگاه دیدن کردن. تفاوت این روزها، تفاوت روزهای اول با روزهای آخر چی بود؟ خیلی فرق آمد، چون دید و بازدید کننده شد. خوب بودم، بازدید کننده خوب بودم، خریدار بیشتر شد و حالا هم میبینین که مردم به تعداد بیشتر آمدن که از روزایی که قبل کرده تعداد مردم بیشتر شده در نمایشگاه. قیمتایشان دیگه متفاوت است، چون نقره را که ما میسازیم کار دست است، کار ماشین نیست و کار دست نسبت به ماشین زیاد ظریف‌کاری کار داره. دیگه ما نظر به مکارش قیمت چه برای مشتری ما میگیم. اگر شما بیننده عزیز میخواین بیاین لباسای افغانی بخرین، از دکان رازیه جان بخرین، به خاطر بسیار صنایع دستی مقبول دارن، نام خدا بسیار لباسای فیشنی دارن. فراموش تا نشه که ما از تمام این دکان شما را به حد خوش دارم. سلامت و میخوایم از امی جام هر بیننده ما، هر کس که میاین از امیجا خریداری کنید. سلامت باشین، تشکر. ما یک مرکز فروشات ما گلبار سنتر است که هموطنان ما میتونن که هم فرمایش بدن و هم بیاین از دکان ما خریداری کنید. شماره تماستان نگوین که مزاحمت نشه. نام دکان برای ما گفته. تشکر، زنده باشیم. خواهر زیبای مقبولم. نام خدا اینجا گودیگه که زیبای ما مزده اینجا. میشه از یه یک صحبت های داشته باشیم. گودی مقبولم، سلام. سلام، خوب هستی؟ تشکر، سلامت. برما بگو این چپن و این کلا رو چطور در سرت موندی؟ کلا رو در سر و چپن رو در دست بگیم. کلا رو از اینجا گرفتم، چپن رو از اینجا. میره به خاطر شما. به خاطر من؟ بله. های پرت رو در سر شدیم چی رقمیم؟ گیره پرت میکنم، مکم میگرده. اینه رازه جان میگم، متکرزه شدیم. حالا نرم یک دفعه این؟ گیره گفتم، مکم بگیرم کار کنم، جایی نبریم. کجا برو مثلا؟ تو بیکروانم، باش که در سرتان کنم. اینجا کم زیاد بلند. تشکر، زنده باشین. چقدر مقبول شده؟ مقبول شدیم؟
قبول هستین، مقبول هستین، دو برابر شده مقبول هستین. ده باشی سلامت خوراک مهربانم. خب اگر خوار زیبایم کدام پیام و حرف گفتنی داری بفرما، کامرای ما در خدمتتان. پیام ما ای از برهمتنای ما که وقتی همچون نمایشگاه برگزار میشه مثل که حال آمدن دیدن کردن او دیگه بارها بیاین دیدن کنن که مردم ما تشویق شود، چون اینا که همه چیز نمیسازن با زحمت دستای خود میسازن، یعنی خانمایی که هنرهایشان را پنهان کرده بودن حالا آوردن استعدادهای خود را به ما نشان دادن و میخواهیم که مردم هم بفهمند و بیاین از استعدادهایی که خانمای افغان دارن اونا را دید بازدید کنن و خریداری کنن. زنده باشی سلامت خوراک مهربان بودی مقبول. مگه تو کدام پیام و گفتنی داشته باشی؟ ما همچنان هموطنهای ما بیاین از اینجا دیدار کنن، خریداری کنن. میام دوکان رازیه جانشان در گلبهار سنتر از فراموش نکنین بیننده عزیز که بیاین از اموج خریداری کنین. علیکم خواهر عزیزم، خوب است صحت من؟ سلامت باشین، اولا شما را خوش آمدید میگم. تشکر، زنده باشین. میشه کوتا خود به عزیزان بیننده یک معرفی داشته باشین؟ خاطره راسخ هستم از ولایت تخار، خانمتون متشبس. بسیار خوش شدم خواهر عزیزم. میشه درباره محصولاتتان بر ما یکم معلومات بدید؟ لباسا و سنگال. اینجا که ببینین شما اینجا نمایشگاه است، ما آمدیم اینجا تمام محصولات خودمون را بر نمایش گذاشتیم. از قبیل زیورالات هست، میبینین دسکاولاست، تمامش محصولات کارخانه خودمون است. این لباسایی که میبینین تمامش تولیدات کارخانه خودمان است. تفاوت در این 5 روز که نمایشگاه برگزار شد تفاوت چطور بود؟ نمایشگاه خیلی عالی بود. مثلا ما قراردادها هم تونستیم در این نمایشگاه بگیریم و همچنان فروشات خیلی عالی داشتیم. دید و بازدید مردم چطور بود؟ واقعا روز اول کم رنگ بود بسیار زیاد و بعد از روز سوم و دوم خیلی حضور مردم بسیار زیاد پر رنگ بود. بیشترین مشتریانتان آقایان بود یا خانم بود؟ عموما برای فامیلا هم باز بود، زیادتر هم خانم بودم. خانم اردش بود دیگه. بسیار خوب. درباره سنگایتان میشه برام معلومات بدین؟ دیزاینایشان این دیزاینر که میبینین خودتان کرای چیزا رو سیتی مکمل میآید که اینیا را کار دست خودمان است، کارخانه تولیدی خودمان است. در بخش از او ما شاگردا داریم دیگه. این چیزایی که میبینین کلا کار دست خودمان هستن، همچنین دیسکاولا همچنان. بسیار خوب. از این دیزاینای زیاره برام بگوین ساخت ولایت ما یا ساخت خودم؟ ساخت دیگه خو ای ساخت تولید افغانستان است. یعنی چرمه که میبینین چرم خالص است. آها این می دیگه ای دیزاینی که میبینین لباسه گندی افغانی هم زیاتر و ای دیسکاولای من زیاتر بازارش بسیار زیاد خوب است. تشکر، زنده باشین، سلامت. اگر کوتا کدام حرف گفتنی دارین بفرمایید. اولا ما به حکومت امارات اسلامی خواهشان ازشان تقاضا دارم که پهنتونا و مکاتب برای دخترای افغان باز کنند، نام بتونیم به درس تعلیممون بازگردیم و همچنان یک بازار مشخص برای زنای متشبس در نظر بگیرن که ما بتونیم همه روزه محصولاتمون اونجا ببریم به فروش برسانیم. چون که خودتان میفهمین نمایشگاه ها اولا یک ما بعد دو ما بعد سه ما بعد یک نمایشگاه برگزار میشه و این نمایشگاه ها باید دوامدار باشه که ما بتونیم همین تولیدات خود مثلا تولیدات که مثلا اینجا که میاییم یک تولیدات وطن ترقی شوه، مثلا پیشرفت وطن است. و این ما خواهشان از حکومت امارات اسلامی است که یک بازار مشخص برای ما در نظر بگیره، ما روزا بتونیم محصولات ما اونجا به فروش برسونیم. ان شاء الله بخیر شه. زنده باشین، سلامت، وقتتان خوش. سلامت باشین، خوش آمدید. سلام دوست عزیز، جورسی خوب هستید؟ سلام، میشه خدا معرفی کنیم؟ مصطفی هستم، در بخش گروه تبلیغات جمعی فعالیت داریم. تبلیغات لاوا و برجسته و تکنولوژی جدید این چیزها رو جور میکنیم در مکنم. این درباره ایسی که معلومات بیتی ایره چی رقم؟ این به شکل گروه پیلیدیست هست، سایزاش فرق میکنه باز دیزاین میشه، لوگو، نوشته، هر چیز تنظیم میشه و به نمایش گذاشته. یعنی هر کی که سفارش بده هر چی که هر لوگو ایره شما میتونه که دیگه تنظیم. هر ویدیو که باشه ما تنظیم میکنیم، ویدیو داشته باشه ما تنظیم میکنیم. بازی را از طریق چه پیگه پادش گیده جای در خودش آفزه داره؟ آفزه داره. خب این فکر میکنم شکل یک پکه جور شده؟ بله بله. که پکه خودش دیده نمیشه؟ بله دیست اک به حساب پروژکتورش در داخل خود میرسه. فقط امی چیزی که عکس العمل میکنه از طریق همون پکه سیبودی واری نشان داره. یعنی دمو چپ چیزی که سب چوه اون رو پس به نمایش میده.
خواه بسیار خوب. در این باره بگوین که در وطن ما جور میشه از جای انتقال میافته؟ یک تکنولوژی جدید است که نو خارج آمده و ما این را خواستیم که به کشور خودم بیارم این تکنولوژی هم وطن آن ما مستفید شدند در تبلیغاتشون. خب از کشورهای خارج تولید دیگه شده؟ به این شکل نه بله به شکل سیبوبی نه نشتم بازیر شما صرف بسته‌بندیش هم میکنه یا دیگه همون تو بسته‌بندی شده و دو؟ بسته‌بندی ما پروگرام یه جا باز خودتان میکنه از طریق کمپیوتر هم؟ بله همچنان هم چیز جدید است و از طریق چارجر چارج میشه و این برق هم دو روز دوام میکنه و هر چیز هم میشه که دیام نشته کنن بسیار کوچک مگم فعالیت بسیار بزرگ بله یک چیز جدید است ما کوشش میکنیم چیزای جدید واقعا که در یک ملت یا یک مملکت یا یک وطن یک چیزای جدید و ابتکار یا به یک آیدی جوان ها آورده میشه آدم خیلی خوش میشه واقعا خوش میشه دیگه والا بسیار خوش شدیم واقعا چیزای جالب مقبول دیدنی است که توجه آدم جلب میکنه که در رستوران ها باشه یادم هر کسی که هر چیزه بخواه جور میشه تلاف بله بله صرافی و تلاف فروش بازی همه قیش چند تمام میشه؟ این دیگه نظر با فرمایش مشتری که چی جور میکنن یعنی زور است هست؟ بله باز میبینیم تفاهم داره باز در پیان نظر این دوست های عزیز هموطنان نازنینم دیگه کسایی که میخواد در هتل خود در رستوران خود در تلاف فروشی خود حتی در صرافی خواهد یعنی در هر بخش تاکسی و هر چی که بخواهند تاکسی خیزره نمیشه که چون چون رفتار دارد اینی میشه که با تاکسی چیزایی که میخواهند نوشته کنند و یار در هتل و رستوران هر چی که میخواهند واقعا آدم که میبینه بسیار خوش میشه بسیار دلچسب هم است. خب تشکر دوست عزیز قربان شما سلامت باشید. دو جوان را با خود داریم که در این نمایشگاه اشتراک کردن. ازشان پرسان میکنیم که همراه فامیل خودان آمدن یا تنهای خودشان از نمایشگاه دیدن کردن. سلام به هر دوی تان، امیدوار هستیم که خوب باشین. سلام علیکم. وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خیر دل الحمدلله تسخیوی. تشکر زنده باشین. کوتا اگر خدا بایزان بینیده یک مرفی داشته. پارسی نمی پامید. فارسی میگم شما پشتو بگوین صحیح است تو پس فارسی بگو پشتو میگی؟ آه پشتو بگو کوتا خدا اگر معرفی کوتا اگر خدا معرفی کنه زمانم سلمان شاهد ده دا خیبر پختونخوا نراغلی و دلتا محسل ما تب وایم پا سپینغر میڈیکل یونیورسٹی کی او دل ترالو ډیر زیات خپل زید دا مونږه دنیا ته خایو چې مونږ څومره امن پرست خلک یو ټول دنیا ته چې مونږ وخایو دا یو انټرنیشنل ایکسپو سنټر دی ځکه چې په دې کې ډیر زیات خلک راغلي دي ډیر زیات مونږ یې نو الحمدلله او په دې باندې ویاړ کو فخر کو په افغانانو ځکه چې دا مونږ نور دنیا ته وخایو چې دا یو ډیر زیات امن پرست خلک دی ځکه چې مونږه دنیا چې دا هغه په دې پیژنې چې بختانه چې دي دا دشتګرد خلک دي خو نه مونږ دشتګرد نه یو مونږ امن پرست خلک یو او هر کله چې څوک هم راځي دلته افغانستان ته راځي هر کله دی راشي که هر څوک راځي تشکر زنده باشین سلام به شما خوب هستین وعلیکم سلام کوتا اگر خدا با عزیزان بیننده که همین دقیقه شما را میبینه یک معرفی کنه زمانم ده ابراهیم خان اعظم سپینغر میډیکل یونیورسٹی موصله ما دلته طبي معالجه ته معالجوي کیو راغلی او کابل ته نو دلته د ان پو سنټر تراله مونږ د مرګرو سره ډاکټر صاحب رحمت دے راسه ډاکټر صاحب سلمان شاهد دے مونږ د خلکو ته خیو چې په کابل کې امن دے په کابل کې خوشحالي ده تاسو راشه دا ډیر زیات کولې زیاده دا به داخله کینی ډیر زبردست زیاده تاسو راشه دا خپل باندې مینی داخله کوینی ډیر محبت کوونکې خلک دي او دلته هر قسم سہولت شته دي چې څومره مونږ ګورو نو دا ان پو سنټر ته مونږ راغلي سو دلته هر قسم شته دي او په خري ټونو باندې شته مونږ خپل موکته او ټول مینوالو ته دا و چې تاسو راشه خپل وګورئ تشکر میشه برای ما خودتان بگوین در این پنج روز که نمایشگاه برگزار شده های در این پنج روز اشتراک کردین یا امروز بار اولتان است که در نمایشگاه اشتراک کردین سنگا پویا بینشون بدی در پنج روز نمایشگاه دی بارا کی سو ویتو خا دا چه دا دا نمایشگاه چه دا پدی که ډیر زیات خلک راغلی دی ماشاءالله او دا چه دا چه دا بار بار ارینج شي بار بار زمون سره راشي دا خلک بار بار ارینج شي ډیره بخی
او ډیر خوله هر څه دی ماشاءالله. شما بر ما بگوین از نمایشگاه که دیدن کردین چی به نظرتون بسیار مقبول معلوم شد؟ نام خدا اینجا دکانای خوراک فروشی است، لباس فروشی است. از بین از همین دکانا چی زیاتر خوشتون آمد، خوراک یا لباس؟ مون خوش رالو دی و کلام سه پوره ندی کتلی خو دلته هر قسم ششته ده، خوراک هم شته ده، او داسې چې مونږ ګورو دلته هر قسم ششته ده. نو لا پهل حال خو مونږ سن ندی کتلی، اوس ګورو پهل حال چې سشته کنه. نو اوس ګورو چې د خوراک مونږ ګورو چې سسه موجود دي، داسې لباس هم ګورو. او ډیر زیات خزه جوړ کړي دي او خو دغه جو میلې لګولې، هر قسم شیز موجود دی. پکار ده چې داسې میلې ولګي چې د افغانستان خلکو ته د نړۍ ته معلوم شي چې دلته هر قسم شیشته دی، امن شته دی، خوشحالي شته دی. تفلکای بسیار ناز چقدر مقبول، شیرین چشمای زیره پشتون گوزن با چشم. نام خدا از کجا پیدا کنیم؟ این نمایشگاه دیگه امیگه خدا نمایش میدادن که ما هم دگیرم آمد، ما خواستم که همکارم از جریان بانم که نام خدا اینجا بیاین امرای من قسمت استا چاین اینه. خوبی بسیار علاقه پشتون رو داره تفلک نازنین مقبول قندولک که میبینه. خب اول بر ما میگه کدامتون پشتون؟ ما امروز فارسی گپ میزنم تو پشتو، درست است جیگر؟ اول خدا کوتا اسمک بر ما اسمتا بگو قندولکم. سلیمان جان. سلیمان جان چی میکنی چی میکنی که امروز نمایشگاه آمدی؟ چی؟ امروز چطور نمایشگاه آمدی؟ خوب است نمایشگاه. خوب آمدی؟ خب قندولک نازنین هم اونجا هست. سنگی؟ خایم تا سنگی؟ استل ماشی جورو سه خی خی ها خی زن زمانم زمانم لای اسم تا بگو برم. میخانیکی یاد میخانیکی یاد داره خواهی نه بر ما گف. خو اسم خودت ارسلان جان نان شما از اسم فدوم لیسه خصی استاد عبدالجبار وفی ما مجموعی علوم قرآنی شیخ عبدالرحمن رفی. نام خدا امروز چطور نمایشگاه آمدی قندولک؟ بخاطر سعی کردن. بخاطر سعی کردن؟ چی چیز زیاد خوشت آمد در نمایشگاه؟ زیاد چیز. مثلا خوراکر هم دیدی؟ یعنی لباس هم دیدی؟ بله. زیورات هم دیدی؟ کدام زیاد خوشت آمد؟ مصاحبه. ای جان قندولک بیا اینجا پیش من. مصاحبه خوشش آمدم. مصاحبه را خوش داری؟ داینده میخوایی چی شوی؟ دکتر. دکتر؟ بله. خب کس را که مصاحبه خوش داره میخوای خبرنگار شود. تو باز چطور؟ بای ما دکتر. دکتر؟ چی آدم؟ دکتری را؟ خب دکتر، خب بر ما گفت داینده دکتر میشه. کدام شیر داری؟ فکایی داری؟ بر ما بخواه. انگلیسی ها داری؟ شیر. شیر یاد آورد. بخواه. شیر با مانای کفار. بخواه. شیر اکتا بخواه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه کفر کی بود کی بود ابرها چی کار میکرد تو مکه؟ اون آدم خیلی بد سوی مکه حمله کرد، یک لشکری فیل داشت یک سپاه یزین داشت، میره و سوی مکه تا که بکو و کعبه. چی شد یک باره بارون سنگ میباره، یا عالم ابابیل آمد رو لشکر فیل، تو پاهاشان سنگ داره با دشمن ها جنگ داره. چشت نتیجه دشمن ها نابود شدن، خاکستر دود شدن، سوره فیل نازل شد، قصه ما کامل شد. نام خدا تو چی داری؟ تو خب باش که پیامشو بگیرم. اما کدام پیام و حرف گفتنی داری تفلک هایی که خودت از در برنامه میبینن؟ بله. چی گفتنی داری بگو برشم؟ دوستای عزیز درس بخونین، انجینیر شوین، دکتر شوین، نطاق شوین. نام خدا نام خدا. خب برای مای قندولک دیگه میگه کدام چیم؟ شیر داری، فکایی داری، ترانه داری، چی داری؟ فکایی. بگو فکایی ده. بلند بگو. ملا نسیدین در چوکی شیشته بود، تخم میخورد، یک کدام اومد، گفت ملا نسیدین چرا در چوکی شیشتی تخم میخوری؟ ملا نسیدین گفت خیده تخم بشنم چوکی بخورم. خب لالا جان قندم کدام پیام و گفتنی داری با کودکای نازنین که تو را میبینن؟ پیام. چی داری؟ چی پیام داری؟ پیام
دوستای عزیز بچه ها متوجه باشین کنندی و وطنم مدد شما. تشکر. بسیار زغنی زاده سب کدام گفتنی و بای کودکای نازنین داری؟ دیگه گفتنی ندارم که خوب لبزکای یک رنگ مقبول که خوب گپای خوب زدن ایشفکایی گفت اینی میخواه که دکتر شود. دیگه فقط من دوست دارم که اگه اکسم باید کنم بیرم مالم میشه نام خدا این شوخ هست بیاجز چطور هست؟ بیرم خدا مالم میشه خوب شوخ هست اینه موبایلم داره کل نمره شما باید از بگیرین دیگه من میتونم نمره تا؟ موبایل نیست. موبایل هست. چرا موبایل نیست؟ برای موبایل. تشکر بسیار زیاد از کودکای نازنین مهربان. یک عکس هم امروز تا. هموطنان عزیز، این بود برنامه ما که شما را در گرفای بردیم، در جای بردیم که تولیدات وطن بود و چون که بیروبار زیاد بود ما همکار تقسیم کردیم. او یک طرف رفت گزارش برای شما تهیه کرد، ما یک طرف رفتم. دیگه الان ما از همکارم پرسان میکنم چی کارا کردی، کجا رفتی، با کیا مصاحبه کردی؟ از ما که مصاحبه امروشان کردم تمامشون دختر خانم ها بودن. دختر خانم های شجاع و قدرتمند. لباس بود، زیادتر در مورد لباس هایشان گپ زدم. دیزاین های بسیار متفاوت دیگم، هر رسامی های بسیار مقبول. من همراه اینیا مصاحبه کردم. خود غنی‌زاده سر بر ما بگو که خودت همراه چی نفرهای دیدی، آشنا شدی و چی رقم؟ اینمی قسمه که تو که دختر خانم های مصاحبه کردی که شجاع بودن، ما هم با جوانای مصاحبه کردن بسیار مقبول شیک بودن، وقت گفتنی های خود داشتن، از این فضا لذت بردن و با دکاندارای یا کسایی که جه غرفا به خود جور کرده بودن با مصاحبه کردن بسیار راضی بودن، بسیار قناعت بخش بود برشان و خودم وقت لذت بردم. دیگه بازم خسته نباشی، اگر چیز گفتنی داری دیگه کامره اینه در خیارت است. زنده باشی غنی‌زاده صاحب. گفتنی خاص ندارم، امی گفتنی کوتا دارم که مردم عزیز ما بیاین از تولیدات خود وطن ما استفاده کنن. وطن خود ما بسیار چیزهای فراوان داره، بسیار چیزهای دارن، تولیداتش صنایع دستی های بسیار مقبول و خوب دارن. مگر یک چیز فراموش کردی همکار عزیز، از کسایی که ما را بیننده هستن چی تقاضا داری؟ موتر حمایه کنه، یعنی برنامه ما را حمایه کنه، چی کنن، یعنی چی باید از کنن؟ بیننده های عزیزم یک تشکر بسیار خاص میکنم که همیشه خصوصا ما را همیشه ما و غنی‌زاده صاحب با کامنت های زیباشان از برنامه ما حمایت میکنن. مینا جان دختر خانم که همیشه با کامنت های زیباش بسیار زیاد از پیشش تشکر میکنم که همیشه با کامنت های زیباش بر ما روحیه میده. بله بسیار ازش تشکر خاص میکنم. خب ما کدام گفتنی خاص ندارم. یک زیاد رف چی کنه باید یک بیننده چی کنه که موتر همیشه ببینه برنامه ما چی کنه؟ لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت های زیبا. نه، هدف ما این بود که کارا را کنن تا ما بتونیم برنامه زیبا و مقبول برشان تهیه کنیم و مقبولی های شان برنامه ما را همیشه از چینل خالد اسکی پرودکشن فراموش نکنه، همیشه بیننده برنامه زیبای ما باشین که ما و غنی‌زاده صاحب واقعا بسیار به سختی ها میریم یک برنامه را پر میکنیم. با حمایت شما بیننده عزیز ما ضرورت داریم، از ما حمایت کنیم. تشکری خاص میکنم. گفتنی خاص داری؟ بگو بخیر بگو من خدا بزنیم. تشکری خاص میکنم از تمام بیننده عزیزم، از تمام دوستای عزیزم که همیشه ما را حمایت میکنن. این بود برنامه ما، برنامه روز آخر نمایشگاه به تقدیم شما بیننده عزیز کردیم. امیدوار هستم که یک برنامه عالی بوده باشم. دیگه گفتنی خاص ندارم. خوش و موفق هستم. هموطنان عزیز تا دیدار بعد خدا نگهدار. Thank you.